ببینید، ما در قبال برخی اقدامات تروریستی گروهک‌های ورشکسته‌ای که در منطقه اقلیم کردستان بر علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران عملیات می‌کردند، یک صبر راهبردی رو همراه با درایت نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی داشتند که این در مسیر خودش حل و فصل بشه. پیام قاطعی که جمهوری اسلامی ایران به دوستان خودش در دولت عراق و اقلیم کردستان ارسال کرده این هستش که این مسیر دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه، این تجاوزها و این اقدامات تروریستی دیگه ادامه نمیتواند پیدا کنند. به قول معروف کافیست. نمیشود در مرزهای اقلیم کردستان عراق و در عراق ما شاهد حضور پایگاه‌های نظامی باشیم توسط گروهک‌های تروریستی ضد ایران. نمی‌توانیم شاهد برقراری پایگاه‌های نظامی باشیم که در اونها گروهک‌های نظامی تعلیم و تربیت نظامی می‌گیرند برای حمله به ایران. این نه تنها با حسن همجواری مغایرت کامل داره، بلکه مخالف اصول بین الملل هست و بیش از این دیگه جمهوری اسلامی ایران نمیتونه صبر بکنه. به دوستان در دولت مرکزی عراق گفته شده و در اقلیم کردستان که این اقدامات به هیچ وجه من الوجوهی دیگه قابل تحمل نیست از سوی جمهوری اسلامی ایران. باید اینها خل سلاح بشن و این پایگاه باید برچیده بشن. اگر این گروهک ها به عنوان پناهنده هستن در خاک عراق، باید رفتار مدنی داشته باشن، باید این قرارگاه ها ذیل قرارگاه هایی که سازمان ملل متحد به اونها نظارت میکنه قرار بگیرن. اگر هم سوء استفاده هایی داره صورت میگیره، اقلیم و دولت مرکزی عراق بلافاصله باید عمل بکنن به وظایف قانونی خودشون و اینها رو خلع سلاح بکنن. ببینید بند 7 قانون اساسی عراق چه میگه؟ که مرز عراق و سرزمین عراق نمیتونه پایگاه تروریستی و پایگاهی باشه برای ضربه به کشورهای همسایه. متاسفانه سالهاست که این در منطقه اقلیم رعایت نشده. البته دوستان ما در دولت مرکزی عراق و اقلیم بارها به صورت عمومی خصوصی در جلسات مختلف گفتن دارن تلاش میکنن، اما اینها کافی نیست. ما مطالبه جدیمون هست و این رو تا آخر پیگیری خواهیم کرد که اینها باید برچیده بشن و اینها باید خل سلاح بشن. ما دیگه بیش از این تحمل این دست‌اندازی‌های بچگانه رو در مرزهای خودمون در ناحیه شمال غرب